مفید باشه. خیلی خوب، بریم. یه گاز دیگه، یه گاز کوچولو، یه گاز کوچولو، نه محکم نه دماغ تو میگیرم. صفو دیگه، محکم نبود، خدا محکم نبود. اشاره ملی یه لفظی توی ایرانی ها هست که مثلا این کاری که تو کردی و بهش میگن این فارسی درستش چیز میشه، تمارز میشه. خب تمارز کردنه، جود بازی در نیار. یعنی چی جود بازی در نیار؟ چه جود بازی؟ مگه این تمارز میکنن؟ حتما یه زمانی تو یه برهه‌ای میکنن، نمیدونم، ولی با لفظ خوبی نیست. آره میگن جود بازی در نیار. من که معنیشو تو بچگی نمیدونستم چیه، بعد بزرگشم فهمیدم ای این پدر مادرای ما چقدر از الفاظ بدی استفاده میکردن. چیلشون با بگیریم ویدیو بذاریمش. درود، من پدرامیتو هستم. من سگل هستم و خوش اومدید به کانال ما دایار. خب پوریا کوتک مثل اینکه ترک خوبی داریم جدید داده به اسم لا اله الا الله. خیلی جذاب شده، خیلی جذاب شده. نمیدونم چقدر به حرف من ایمان دارید، ولی واقعا باور کنید پیروزی با ماست، پیروزی با ماست. دووم بیارید، فقط یه هفته دووم بیارید. خیلی هم لازم نیست، مثل جنگ ایران و عراق 8 سال نیست، یه هفته 8 روز 9 روز دیگه داریم خوب میریم این جلو. پدر مادر توی خونه این ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کنید. واسه پدر مادرای بیخایه تو خونه ما یه سری برنامه میخواییم داشته باشیم، حرف داشته باشیم، یه سری برنامه کاری براشون داریم، یه سری وظایف براشون تعریف میکنیم، یا انجام میدن یا انجام نمیدن، که اگه انجام بدن و به پیروزی ختم بشه خیلی رفتارمون باهاشون مؤدبانه بود، ولی اگر شکست بخوریم اون کارهایی که ما میگیم و انجام ندن و با پشت رژیم باشن، با منفعل بودنشون پشت رژیم باشن، بعد اگر موفق نشیم ننه اون پدر مادر رو میگاییم. اینو گفته باشم، بچه ها ننه اون پدر مادر خودشون اصلا گاییده میشن، قد افسردگی میگیرن. بریم حالا ویدیو رو داشته باشیم، نصف حرفا رو توی موزیک میزنیم. قطعا موزیک سیاسیه و سینایزرهای من اینجاست. بچه ها شرایط ایران انقدر خوب میشه که دیگه من پدرامیتو عقده این سینایزر رو نداشته باشم که انقدر تو کون مردم نکنم این سینایزر رو. هر کسی بتونه $250 با یه هفته کار کردن $250 در بیاره بره اینو بخره، میشه انقدر خوب بشه که هفته $200-$300 هر ایرانی درآمد داشته باشه. انقدر خارجی میاد، خارجی ها رقب میگاییم پولاشون، نه نمیگاییم پولاشون رو میگیریم، فقط مؤدب باشید با توریست ها، مؤدب باشید، توریست ها پول میارن. بریم که داشته باشیم ترکمون. Let's go. آزادی قرعه ماست، مهره ای نداری مهره بساز، رو کرده ما قدرت تاست، مردم این سری نوبت ماست. جیر خارای مزدور رو بگاه، میگیرتشون نفرینه یا حکومتی این برو نگاه. لا اله الا الله، تو سنگ کلتت برو گفت خشابا پر دست و ککتل مولوتوف قوی عشق نریز یا رئیس ما این کس خواهد. خیلی خوب بود، اولین بار صدای فوتکو اینجوری میشنم. آره خیلی خوب بود، خشم خیلی خوب بود. آفرین، چه ترک بمبی تزریق کردی پوتی، چه ترک بمبی تزریق کردی تو مارکت. بلدی کارو دادن یوسف. نفرینه یا حکومتی این برو نگاه، لا اله الا الله، تو سنگ کلتت برو گفت خشابا پر دست و ککتل مولوتوف قوی عشق نریز یا رئیس ما این کس خار رئیس یا. رو به جلو نمیشه سرم کرد، کینه ای با همه دود منم لد، کل مردم هم صدا متحد رشت، انزلی تهران زننده. هدف اینا کشتن ماست، جونم و میدم من مشتم باز، خدا مثل کو پشت سر ماست، هرکی تو این راه ساکت دشمن ماست. دقیقاً همینه، دشمنی مطفیل بشه، دشمنی ننت میگایید از کس زنا. خیلی موزیک اگه بوم میدادید انزه رویز پوتک خانمو گایید. ننت چونو میگاییم، ننت چونو میگاییم. این نفه آقا یه هفته صبر کنید، بریم
یه هفته مادر پدر رو به حرف ما گوش بدن، ما بچه ها خفه خون بگیرن به حرف ما گوش بدن که اگه نشه ننتون رو میگاییم اگه نشه، یعنی یه پیری کیری واسه تون رقم میزنیم که زجر بکشید، جنگ روانی واسه تون درست میکنیم. پس یا خفه شید یه گوشه بشینید ببینید ما چی کار میکنیم ما جوونا، مخصوصا دهه 80 یا اینکه کمک کنید. اگه کمک کنید خیلی خوب میشه، رفتارمون باهاتون خیلی خوب میشه، شما هم میبینید خوشبختی و رفاه بچه ها و اجتماع، میبینید کشور چقدر خوب شده. چهار سال ده سال بده دست جوونا، بده دست همین دهه 80، بده دست ماها، بکش کنار، برو نماز میخوای بخونی بخون عزیزم، سجاده ابریشم من برات میخرم، سجاده تو ابریشم میکنیم انقدر پول در میاریم، نماز تو بخون، میخوای بری حسینیه برو حسینی، حال کن اوکیه، اعتقادت به خودته، مملکتو ولی دیگه با اون قلم دیگه با اون دین نباید بچرخونی، مملکتو رها کن برو به خدا بپرداز، ما هم کمکت میکنیم که نزدیکتر بشی، بهترین مسجدها رو میخواییم براتون میسازیم با هزینه دولت، گو خورده پول نده، ایران انقدر درآمد داره که میتونه صد بار خودشو بازسازی کنه، واسه همه چیز هزینه میکنیم، آب، خاک، صنایع دستی، راجع به همه چی. خیلی خوشحالم بچه ها، فقط ادامه بدید، من خیلی پا به پاتون سوگل میدونه، پا به پاتون من تو خونه دارم میگردم، من افسوس فقط میخوام چرا اونجا نیستم، ولی مطمئن باشین همین روش رقصش بار ببین، تا ده روز من تو تهران دف میزنم، تو شهرها دف میزنم، با یه ماشین میگیرم یا وسط میدون براتون مچانی ساز میزنم، میرقصیم فقط دختر رو بزر با هم میرقصیم، ایران میسازیم، توریست های مادر چنده رو من زبون بلدم میکشم، تو کشور ننشون رو میگاییم، پولاشون رو میگیریم، یه سیکتیرشون میکنیم، فقط پای باشه ننفه برنده بشید، تو رو خدا بزنید برنده بشید، مادر پدر رو تو رو خدا کمک کنید، کمک کنید، من دیگه نمیتونم ادامه بدم، صبح قطع کنید، مذارت میکنم، ولی موزیک خوب بود، موزیک رو دوست داشتم، نه اصلا دبونه آب بیارم برای، یه خورده به من یه چیز نه ننتون رو نگاهیم گستن عادتون میگن یا خفه خون بگیرید بشینید خونهاتون، از تلویزیون شاهد سازندگی کشور باشید، تهی تو دلتون فوش بدید ببینید چقدر پتیاره زیاد شده، زمان رهبر عزیز من قد لخت و پتی نبودن، یه خود پرپاچه نگاه کنید حالتون هم خوب میشه، یه خوردن دووم بیارید ببینید چقدر پراید، تو پرایدی که الان با هزار بدبختی سپاه بهت داده، سپاه ارتش یه پراید گرفتی بسیجی، آره دوستش داری، اون پراید تو ازت نمیگیریم، یه کاری میکنیم تو بتونی شورولت سوار شی، بتونی بنز سوار شی، بی ام و سوار شی، ماشینای دست دوم خوب طلا رو راحت با دو ماه کار کردن بتونی یه ماشین خفن بخری، یه ماشین امریکایی دست دوم خوب بخری، یه ماشین آلمانی دست دوم خوب بخری، مثل همه جای دنیا، مثل ترکیه، بابا ترکیه هم مسلمونن آخه، من نمیفهمم تو به خدا، مسلمونه اینجا رو من خیلی دوست دارم، این بالایی رو من هم اون من دوست دارم هم من اونو دوست دارم، یه بارم حتی موقف صحبت کردیم گفت الحمدلله مسلمان فلان مسلمان میسیم فلان، گفتم نه نیستم، خب بارشون انسانیت مهمه، یعنی رفتارش از اون سوالی که از من پرسید از قبل و به بعدش هیچ فرقی نکرد، مثلا بعدش نگفت مثلا نگاه کنه جواب نده یا مثلا برخوردش همون جوری، ما با هم دیگه به تو ترکیه من میگم آتئیستم اصلا رفتارشون تغییر نمیکنه، بعدشون نمیام میگم اوکی مسلمون باش مسیحی باش ما ضرر نرسون، بریم ادامه ببینیم این پوتی بدقولی، فقط تو خیلی بدقولی، تنها نه خدا رو شد نقصد اینه، نقصد اینه خوبه خواهی مال نیستی پوری، به خدا دل سرد شده بودم نسبت به رپ فارس، میدونم هیچکی واسش اهمیت نداره جز انگشت شمار، تو واسه اهمیت داشت که چند وقتی بود غرق مادیات و کسکم شدی همه چی میگه خود دایی باشه، ولی سری جمع کردی آفرین، وای کلاف پوتی، یه میلیون یه پوتی مشروب بخوریم تو تهران، یه میلیون شدنش رو تو تهران با مشروب جشن گیریم، همه یه پوتکری ها. خیلی خب بریم ادامه، کشتن ماست جونم و میدم من مشتم باز، خدا مثل کو پشت سر ماست، هرکی تو این راه ساکت دشمن ماست، تو خوبی ولی حال ما نه، بال تو باز ولی بال ما نه، تا میکنن خوب تا به مالن، رهبر چیه اینا طالبانن، گشت ارشاد چی تو گوشیته، خانوم کیت میشه یا چی پوشیده، منطق اسلام کاملا واضح، یا مسلمون میشی یا می... خب
سینایزر سینایزر این بود؟ اینه خود بگیش جلوتر بمیدنی. چرا؟ ندارم صدا. برش کن چی بلش کن؟ با بگیریم ویدیو بذاریمش کن. شاید شارژ نداره. داره بابا شارژ داره. بقیه خیلی جذاب شده بچه ها. خیلی خوشحالم این سری. خیلی ایمان دارم. خیلی حالم خوبه. با تمام تفاصیل اون اون ویدیوی اون بذره که مغزش سرش ترکیده بود انقدر حال من خراب کرد. فقط همون یه دونه خوارم رو گایید. اکثریت خوب بود. حالا بچه ها از زخم زیری شدنشون واسه من میفرستادن ساچمه یا اینا، ولی باز خوشحال بودم چیزایی که میدیدم، شهامتی که میدیدم. مادر پدرها هم یه دستی بدن، یه همتی کنن، یه هول ریز بدن تمامه ها. نترسی، مثل لاک پشت نرید تو لاکتون، چشاتون رو ببندید، مثل کپش سرتون رو نکنید تو برف، منتظر شید ببینید چی میشه، خودش چی میشه. یه جهت درست حسابی بدید و پیروز بشید. به خدا رفتار اینا از عراقی ها بدتره. عراقی جماعت اگه شهر رو بگیره نمیاد بهش خونه های خالی و مسکونی شلی کنه، با نظامی کار داره. منم یه دونه ویدیو خیلی حالمو بد کرد، این که یه پسر رو انداخته بود رو زمین، پلیس شلیک کرد بهش، یعنی اصلا خالی شد تو یه لحظه. ولی دیگه باید دیگه مشخصه، ببین جناح مشخص شد، یا باید بکشیمشون یا سوارمون بشن مثل برده، مملکت رو بفروشن. خزارو که به روسیه فروختن، شما دقت بکنید بعد از انقلاب یواش یواش نقشه خزر و خلیج فارس از توی نقشه ایران حذف شد، در صورتی که 40% خزر مال ایرانه. قبل از پهلوی این بوده، قبل از اینکه انقلاب بشه 40% خزر رو داشتیم و خلیج فارس رو داشتیم، که الان 40% فکر کنم به 14% رسونده، یعنی بقیه‌شو به روسیه فروخته که میشه پس گرفت. این نکته مهمیه، میشه پسش گرفت. خیلی خوب، برو بریم. ایرادش نمیدونم چیه، بعضی وقتا یه گره انرژیکی میفته تو همین چیه. انقدر میگی چه میدونم، دوستشون دارم. چون به موبایل خودم که خوب بس میشه، زحمت میکشه بس نشه. یا رئیس ما این کسه خاره رئیسی ها، رو به جلو نمیشه سرم کرد، کینه ای با همه تون منم لد، کل مردم هم صدا متحد رشت، انزلی تهران سنندش، هدف اینا کشتن ماست، جونم و میدم من مشتم باز، خدا مثل کو پشت سر ماست، هرکی تو این راه ساکت دشمن ماست، تو خوبی ولی حال ما نه، بال تو باز ولی بال ما نه، تا میکنن خوب تا به مالن، رهبر چیه اینا طالبانن، گشت ارشاد چی تو گوش. چقدر خوبه. خیلی قشنگه. یه نکته خوبی گفتش، گفتش که حال تو خوبه، حال ما نه. درسته که بال تو بازه، سفرهای خارجت رو داری، تحصیلات هست، خونت همیشه برنج تارم هست، پر گوشت و یخچال همیشه اوکیه، ولی حال اکثریت اینجوری نیست دادا. تو بالت بازه، بچه‌هات حال میکنن این منو، و ما نه. ما نه، ما وضعیتمون اکثریت 90% حالمون خرابه. میدونی جالبیش چیه؟ ما روی ایرانی داریم زندگی میکنیم، توی ایرانی متولد شدیم که نه تنها فرهنگ و تاریخ افتخار کردنی داره، کتاب شعرهای افتخار کردنی داره، رقص و لباس و کلی چیزهای دیگه، کلی منابع داره. 9% منابع کل دنیا تو ایرانه، در صورتی که ما 1% جمعیت کل دنیاییم. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چقدر ثروت؟ میزان ثروت رو میتونی درک کنی؟ پکو بسکش بسکو و معلومه این پول ما برات مهم نیست. آخه میدونی خب انقلاب 57 همین بود، مردم راضی نبودن از حکومت، ریختن تو خیابون. خب کسکش اومدید انقلاب کردید، الان ما بدیم؟ آره واسه شما خوب بود، واسه ما خار داره. ما خار داره. انقلاب شما با کوکتل مولوتوف میشد، مال ما نشه. آره الان ما اختشاشگر شدیم، شما انقلابی بودید. چقدر جالب، چقدر عجیبی شد. خیلی عجیبی. ولی تموم کارتون، بشینید خونه یه خورده سکوت کنید، یه خورده گردن کش کنید، در امانید، نمی کشیمتون. ما مثل شما دیوز لاشی و حرومزاده نیستیم شما رو بکشید. دیدی که ویدیوهاشو ما میگیریم روا میکنیم، ول کنید، دستات کنون مثل زامبی میکنن، میبرن، میزنن. ما نه، همون که ببینیم ما رو دیگه نمیزنیم، ما هم کاری باید نداریم. گسکش
برو بریم. مانه تا میکنن خوب تا به مالن، رهبر چیه اینا طالبانن، گشت ارشا چی تو گوشیته، خانوم کیت میشه یا چی پوشیده، منطقه اسلام کاملا واضح، یا مسلمون میشی یا میکشینت، خیابون قرمز جیبا خونی، رو نفخابیدی و پولامونی، این چیزا توی قانونامون نیه، گوشه یه مقنعتون موهاتون ریخوار، مرگ لیاقتت، اینترنت زیانته، وقتی مردم جون میدن کف خیابونا به خدا. خیلی خوب میگه مرگ خیانتت، سزاد مرگه این خیانتی که میکنی، خیلی باحاله. اینترنت زیانته، وقتی مردم جون میدن کف خیابونا به خدا سکوتت خیانته، حق با ما سرنخی ندارن، عوض نمیشه اندکی من عالم، وقتی چهار تا خون همه کارن، افتخار میکنم مدرکی ندارم، آزادی قرعه ماست، مهره ای نداری مهره بساز، رو کرده ما ببین سوگل، ما میدونستی که این جمهوری اسلامی خیلی چیزای عجیب داشته، یکیش این بوده که یک رئیس جمهوری بی سواد داشته، با 6 کلاس سواد شد رئیس جمهور. آقا همین به همین خنده داری که میبینی، مثل این میمونه که مثلا بچه 7 ساله رو بذاری رئیس جمهوری، هیچ فرقی نمیکنه، 7 ساله رو بذاری بالا بهتر عمل میکنه تا این رئیسی رو بذاری، حتی خرابی به بار نمیاره، به بار نمیاره. اینقدر خنده دار شده بعض مملکتمون که رئیس جمهورمون 6 کلاس سواد داره. آره دیدی دیگه، اون یارو میگه چی آقا الان قدرت دست ما هست. آره همینی که هست، حالا همینی که هست رو بهتون نشون میدیم، تو به تو یکی که بد جوری نشون میدیم. خوب داریم پیش میریم، مجرا ادامه بده، فقط ادامه، فقط ادامه. قدرت تاست مردم، این سری نوبت ماست، گیر خانای مزدور بگاه، گیر خانای مزدور بگاه، میگیرتشون نفرین یا حکومتی این برا نگاه، لا اله الا الله، این امام فیکا دو یا از کلمه خوبی استفاده کرده، لا اله الا الله، خیلی خوبه. دشمن ملتن، این همه دلی هر رو دنبال علتن، ارتشی بیا با مردمی که ثروتن، هموطن مقابل هموطن، ترک شمالی ها کرد تیر فشنگ فارس لرد، تفنگ تو دستا جا پاس برد شعار نتیجه باز خورد، نمیدونم چرا اینقدر همه چی بده، خدا شده از هممون دور خیلی، حتی اگه تو این جنگ پیروزم نشی میدونیم جنگیدیم و نداره ای بی یونگول ممتنن هندونه زیر بغل گذاشته که نور دو ای نیم، تنها کسی که بشاشم رو قبرش تخمم هم نیکی خومه، آه با ویلا دختر اگ مرد آلیلا. ببین چقدر تکنیکال بود، چقدر تکنیکال، دبی دبی دم نم خیلی دبی دم نم ایدی درم دی نم نم ای، یعنی برای بک وکال برای هزار یه آهنگی نوشته که تو جمع بتونن بچه ها اینو بخونن، خیلی دبی دبی دم نم هیرین، بچه ها تبل رواله ها، تبل رو ببرید رو پشت بوما، هر رو پشت بونا بچه هایی که نمیخوان برن تو تظاهرات شرکت کنن تبل بری رو پشت بون دوم دوم، یه بچه 12-10 ساله رو که تبل میدی دستش بزنه ماموره نمیتونه بگه آقا چرا داری تبل میزنی، داری تبل میزنه این کار نمیکنه که، تبله تبل بزن آقا، آدم که نمیکشی شعار که نمیدی، مثل این میمونه یکی بگه چرا داری دست میزنی، آقا دارم دست میزنم دیگه، جرمه مگه دست زدن جرمه، تبل زدن مگه جرمه، تبل بزنید تبل رو تو خیابون راحت بزنید، جرم نیست تبل زدن، جرمه آقا. نه نه خیلی رد داره، تبل بزنم دارم واسه امام حسین میزنم، دارم تمرین میکنم واسه عاشورا، دارم تمرین میکنم واسه عاشورا آقا، دارم همینو جواب همینو، دارم تمرین میکنم واسه عاشورا. خیلی خوب بود، اینجا شو دوباره گوش بدین، خدا شده از هممون دور خیلی، حتی اگه تو این جنگ پیروزم نشی میدونیم جنگیدیم و نداره ای بی یونگولمون زدن هندونه زیر بغل گذاشته که نور دو ای نیم، تنها کسی که بشاشم رو قبرش تخمم هم نیکی خومه، آه وا ویلا دخترک مرد آلیلا، واقعیت یا خواب اینا، وا ویلا نمیچربه این هوای زوری، نمیچربه اون هوای سوریت، اینا عددی نبودن، ما خودمون اینا رو به توان رسوندیم، آزادی قرعه ماست، مهره ای نداری مهره بساز، رو کرد به ما قدرت تاست، مردم این سری نوبت ماست، جیر خارای مزدور رو بگاه، میگیرتشون نفرینه یا حکومتی این برا نگاه، لا اله الا الله. آقا دوستانی که یه سری من دهه‌شصتی ها رو چون خوب میشناسم، دهه‌شصتی پنجاهی ها رو خیلی خوب میشناسم چون خودم هم لالوشون بزرگ شدم دیگه، دهه‌شصتی ها یه سری هاشون موزیک بازن طوری که باندهای قدیمی پایونیر نمیدونم کم بود ستای خوب دارن، این موزیکه رو از بانده رو بیارید بذارید روی پایه رو پنجره ولوم بدید
انرژی بده. بعد همه این کارو بکنن، نه اینکه فقط یه نفرتون. ببینید چیزایی که میگی فقط یه نفر انجام بده اصلا جواب نیست، ولی وقتی همه خونه ها یک رفتار رو داشته باشن نمیتونن بیان کل خونه رو بگیرن، کل خونه ها رو بگیرن، اینقدر نیرو ندارن. اونا کلا تو هر شهری تقریبا 1-2% جمعیت هر شهر و هر اجتماعی هستن، نمیتونن 98% رو تصاحب کنن بگی دستش، اصلا اونقدر دست ندارن، اونقدر توان ندارن. اصلا وقتی یه نفر رو میگیرن همه مثلا بریزن سرش، اصلا نمیفهمه چی میشه این نفر تموم نشه دیگه. به جای هشتگ مهسا امینی زدن باید بریم هشتگ بزنیم اعدام نکنید. آفرین آفرین، چرا قشنگ. اگه این سری تموم نشه خیلی بد میشه، خیلی بد از دفعات قبلی خیلی بدتر میشه. یعنی ببینید این سری باید تموم شه، باید تموم شه. یعنی هیچ راهی نداریم بچه‌ها، هیچ راه برگشتی نداریم. باید یه عمر حسرت بخوریم که آخ رسیدیم تا بیخ، تا اینجا اومدیم، دقیقا تا گوشه اومد، این گوشه رو گرفتیم. نه بیخ گوشیم، بیخ گوشیم، قبلا زیر پا بودیم. مردم یادتون باشه، خب حال و احوالات این چند سال اخیرتون رو نگاه کنید، قشنگ زیر کفشاشون بودیم، اون له میشدیم اون زیر. اونا همه چی داشتن، هم فرزندانشون، هم خودشون، دوروریاشون، فک و فامیلشون، یک میچاپیدن، یک چندین خانواده افتادن روی این مملکت. قبلا دست یک شخص بود، شاه و خانوادش، الان دست هزار تا شاه افتاده که هر کدومشون هم خانواده دارن، فک و فامیل دارن. فرقش انقدر اختلاف شده. از ما اگر بطی شکست، بطهای تازه جاش نشست. یعنی ما وقتی که انقلاب کردن پدر مادر روی کسخول ما، اینجوری میگن چون ما کسخول بودن، یه خورده اصلاحات اون رژیم نیاز داشت. اینا خیلی فرمون درست بود، همه چی داشت خوب پیش میرفت، یه سری اختلالاتی بود، یه سری نواقصی بود، قبول داریم. ولی الان همش نواقصه. تو یه جای درست یه نقطه روشن به من نشون بده، بگو آقا صنعت ماشینمون خوبه، خب آخه آمار طلاقمون خوبه. این کسایی که موافق این نظامن اصلا فرق نداره، تو هر شب واسه شون دلیل بیاری. چرا موافقه؟ چون پول نه عزیزم، کل درآمد مملکت هم شستشون مغزی. آره خیلی هاشون شسته مغزی. یعنی نگاه میکنی اینی فهم یکی دایی تو. من دوستم میگفتش که باباش مثل اینکه تو این سیستم بوده، میگه ازش پرسیدم اگه مجبور بشی بین آقا و بچه ها یکیشونو بکشی چیکار؟ گفت معلومه بچه ها میکشم. این آدم به بچهش وقتی رحم نمی کنه میخواد به مردم رحم کنه. به خدا رو شکر که آقاشون مرده، چون میدونی تا الان هیچ خبری نشده، نیومده پشت میکروفون بگه آقا آروم باشید جوانان فلان اینا. الان بیکس شدن، میدونی مثل تتلیتی ها تتلو بمیره چه حسی بهشون دست میده، حیرون میشن. اینا الان حیرون هم میگن ما الان بسی کی بکشیم، اونم که مرده چیکار رو باید بکنیم؟ اون قبلا اون دستور میداد، ما از اون فرمان میگرفت، اونم دیگه نیست، چیکار بکنیم؟ اینقدر ریدن. بعد مردم دارن معکوس عمل میکنن. تو این چندین سال اخیر، تو این 40 چند سال اخیر اعتراض میشد میامدن میزدن تخ 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 تخ، همه میرفتن خونه. این سری برعکس شدن، نه مردم میرن خونه، هم دارن مردم میزنن، هنگ کردن. با یک چیز جدید روبرو شدن، با یک حمایت بین المللی گسترده. قبلا انقدر دنیا تخمش نبود، الان تمام دنیا فهمیده هشتگ مهسا امینیو، همه دنیا دارن نگاه میکنن که شما دارید چیکار میکنید با مردمتون. تو روز برید چیزو بگیرید، کلانتری ها رو بگیرید، تو شب کلانتری ها رو بگیرید، تو روز برید صدا و سیما رو بگیرید. صدا و سیمای تهران گرفته شه کار تمومه. یعنی اونجوری گرفته بشه که من پدرامیتو برم پشت تیروبون بگم سلام ما اینجا رو گرفتیم، عجب قشنگه. هر کسی بتونه رفت آمد کنه تو ساختمونش، با بزرگ من بتونه بره اونجا ببینه چه خبره، رفت آمد بشه. صدای تیراندازی بود داره، شاید هم جشن واسه محمد، این فوت محمد میتونه باشه، رحلتشه. ببخشید چه فرقی فوت و رحلت چه فرقی؟ حالا یعنی میگم برش جشن میگیرن. آها جشن. آره چرا بوم در کنن؟ صدا تیراندازی میاد. نه صدا بوم بود تیرا، نمیدونم هرچی هست بچه ها نگاه رفتیم. ولی مقاومت کنید، نترسید، اونا خیلی ترسو تر از شما، بیشتر از شما ترسیدن. میدونم ترس داره، خدا وکیلی خودم خواهی مهان تیر بخوری میمیری، ولی اونا خیلی بیشتر ترسیدن، خیلی باختن خودشونو، آقاشونو از دست دادن. آقا نمیاد یه زری بزنه بیا دوست جوانان ادامه بدید، یا بزنید یا نزنید یا تسلیم. نمیدونم چی کار کنم، یه قول هنگم. بنابراین فقط ادامه مهمه، ادامه بدید،
نتیجه برد با ماست. مرسی که با ما بودید، دوستتون داریم. بالاخره گرفتیم، به امید آزادیم. بالاخره تموم شد. برای این پوتک بدقول گو هم یه دونه آهنگ زدیم، اینو نگاه کنید. هر وقت ریاکشن میریم آهنگ رو تهش میذاریم. پوتک خوب، یه مرد خوب. دمت گرم پوتک، حال داری.